و مثل یه آدمی است که شب بیدار بوده و اون صبح باده اون وصال رو وصال روحانی رو به هنگام صبح در دست. خیلی ممنونم. خب غزل 1400 که زیرش هست: تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، باز من نمادین میبینم، هم تیز دویدن رو هم سواران رو، یعنی سمبول میبینم. اصلا معنای لیترال نمیگیریم. نیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم. جانان خداونده و نیست شدن یعنی انهیلیشن. خوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. باز بیابان اصلا معنای لیترال نداره، همون صحرای بزرگ خود میستیکال اکسپیرینس وقتی که دست بده. خاک شوم خاک شوم باز معنای فنایی داره. تازه تو سرسبز شوم، و این تو یا باید شمس الدین باشه یا باید خود خدا باشه یا هر دوتاش بر هم منطبق میشه. آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم، چون که فتادم ز فلک زر صفت لرزانم. در مسئله خلقت انسان: ایمن و بیلرز شوم چون که به پایان برسم، در سلوک البته. چرخ بود جای شرف، خاک بود جای تلف. خاک یعنی این عالمی که ما زندگی میکنیم و چرخ یعنی آسمان. پس نوبیلیتی رو، شرف رو در برابر تلف. باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم. سلطان باز دوباره نماد هست. عالم این خاک و هوا گوهر کفر است و فنا. اینجا اینا لیترال هست هر دوتاش، یعنی این عالم خاکی محل اینفیدلیتیه و محل مردن جسمانی است. به معنی عرفانی باز نمیگیریم اینجا رو. در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم، یعنی در همه این عالم. آن شه موزون جهان خداونده، عاشق موزون طلبد، باید هارمونیوس باشه فرد. شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. باز میزان فی الواقع به اون عالم مربوط بوده. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. و رحمان اسم خداست که در بسم الله الرحمن الرحیم هم هست. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. پس باز تأکید این غزل بیشتر حالت فنایی هست، فنای عرفانی، نیست شدن و خاک شدن و چیزی که تو این جالبه اینه که تمام مفهومای نگتیو تبدیل به یه مفاهیم پوزیتیوه. بله بله دیگه، نیست شدن به معنی هست شدنه، به اصطلاح خانه سوزاندن به معنی به مقصد رسیدنه، به معنی فناست. فنا یعنی همه تو همه اینا، یا مریض شدن به معنی به درمان رسیدنه. بله بله بله. در اون غزلی هم که زیر این هست،
این به صورت دیالوگ هست. خب بعضی از شاعران دیگر ما هم من جمله حافظ و همین جامی و اینا هم این کار کردن که گفت تا گفتم درست کردن، که خودشون به اصطلاح سوال رو درست میکردن، خودشون هم جواب رو درست میکردن. این هم به اصطلاح باز در نگاه مولوی است. گفتا که کیست بردر، گفتم کمین غلامت. پس فرض کنید یک مرشدی یا یک تجربه ای از تو خونه بگه که کیه، و یک دیسایپلی بگه که کوچکترین علامت، علامت به اصطلاح سابمیت کردن مرید هست. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت، یعنی به ماه خودش بخواد سلام بکنه. گفتا که چند رانی؟ گفتم که تا بخوانی. پس باز حرف فرض کنید اون گورو هست و پاسخ این دیسایپل هست. تا کی میخوای برونی؟ تا این پاسخ میده که تا وقتی که تو مرا بخوانی. گفتا که چند جوشی؟ گفتم که تا قیامت. دعوی عشق کردم، سوگندها بخوردم، که از عشق یاوه کردم من ملکت و شهامت. ملکت یعنی همین صاحب ملک و اینا، و شهامت هم یعنی کارج و اینها. اونا را از کار بیکارش کردم. گفتا برای دعوی قاضی گواه خواهد، گفتم گواه اشکم زردی رخ علامت. گفتا گواه جرح است، یعنی کنسل آت این به اصطلاح باطله. تردامن است چشمت، یعنی گناهکاره. گفتم به فر عدلت عدلند و بی قرامت. از هم خورده که جاست. گفتا که بود همراه، گفتم خیالت ایشه. پس در این عالم که هست انگار خیال اون معشوق همراه هست در وجود این سالک. گفتا که خواندت اینجا؟ گفتم که بوی جانت. گفتا چه عزم داری؟ گفتم وفا و یاری. گفتا ز من چه خواهی؟ گفتم که لطف آمد. که در مورد خدا البته دقیق درسته. گفتا کجاست خوشتر؟ گفتم که قصر قیصر. باز قصر قیصر رو من به معنی نمادین میگیرم، نه به معنی به اصطلاح قصر قیصر. گفتا چی دیدی آنجا؟ گفتم که صد کرامت. گفتا چه راست خالی اون قصر قیصر؟ گفتم ز بیم رهزن، و رهزن رو به شیطان میگیره. گفتا که کیست رهزن؟ گفتم که این ملامت. ببینید در کتاب احمد غزالی که کتاب کوچکیست به اسم اسرار عشق، و قرن پنجم بوده، مولانا قرن هفتمه، در کتاب سوانه میگه کمالش ملامت است. در مورد عشق میگه کمال عشق رو ملامت میدانه غزالی، و مثل شمشیر سلب سمسام غیرت معشوقه، و که با یک لبش فرد رو از افراد آزاد میکنه، با یک لبش فرد رو از خودش آزاد میکنه،
و با یک لبش